در دروس گذشته این فصل قالب بندی محتوای متنی دفترچه های وان نوت و اعمال اون قالب بندی ها روی متون دیگه با استفاده از فرمت پینتر رو آموختید. در نرم افزارهای واژه پرداز آفیس یک سری قالب بندی ها با ویژگی های خاص انجام شدن و در قالب استایل ها ذخیره شدن. در این درس قصد داریم قالب بندی متون با استفاده از استایل ها رو یاد بگیریم. در سربرگ هم و در گروه ابزار استایل انواع قالب بندی ها رو در اختیار داریم. برای مشاهده موارد بیشتر روی فلش انتهای این کادر کلیک کنیم. مشاهده میکنید که چندین سبک قالب بندی در اختیارتون گذاشته شده. اولین عنوان دفترچه را انتخاب میکنید. از لیست استایل ها اولین عنوان رو که هدینگ یک نامیده میشه انتخاب میکنید. عنوان اصلی بعدی رو هم انتخاب کرده و استایل هدینگ یک رو روی اون اعمال کنید. استایل های هدینگ یک تا شش توسط میانبار های صفحه کلیدی هم اعمال میشن. برای اعمال استایل هدینگ یک بر روی متون از میانبار صفحه کلیدی کنترل و آلتو یک استفاده میشه و به همین صورت برای هدینگ دو از کنترل و آلتو دو. این میانبار ها تا عدد شش ادامه دارن. یکی از عناوین فرعی رو انتخاب میکنیم. برای اعمال استایل هدینگ دو از میانبار صفحه کلیدی اون که کنترل آلتو دو هستش استفاده میکنی. از استایل های هدینگ یک معمولا برای قالب بندی عناوین هر دفترچه استفاده میشه و از دیگر استایل ها هم میتونید برای قالب بندی دیگر محتوای وارد شده استفاده کنید. البته این را هم بدونید که استفاده از استایل ها کاملا به سلیقه کاربران و محتوای وارد شده در صفحه مرتبطه. بیایید چند مورد دیگر رو هم با استایل ها قالب بندی کنید. این بار به جای اینکه تمام این پاراگراف را انتخاب کنیم تنها در جایی از اون پاراگراف کلیک می کنیم. از لیست استایل ها کوت رو انتخاب می برای دو پاراگراف بعدی هم همین قالب بندی را اعمال می با هر بار انتر زدن در محتوا یک پاراگراف ایجاد میشه. برای همین این هفت مورد رو که هر کدوم یک پاراگراف هستن انتخاب میکنیم. از لیست استایل ها یک مورد دیگر را انتخاب می آخرین مورد در لیست استایل ها استایل نرمال هستش. همونطور که می بینید برای این استایل یک میانبار صفحه کلیدی تعریف شده. چرا که استایل نرمال پرکاربردترین استایل در دفترچه های وان در دفترچه ابتدا این متن را انتخاب می با میانبار صفحه کلیدی کنترل و شیفت و ان استایل اون رو به حالت پیشورز یا نرمال تغییر میدیم. سفارشی سازی استایل نرمال امکان پذیره. به سربرگ فایل رفته و روی آپشن کلیک میکنید. در تب جنرال همونطور که میبینید یک بخش با عنوان دیفالت فونت داریم. با تغییر این موارد و تایید این کادر استایل نرمال تغییر خواهد کرد. تنظیمات رو تغییر میدیم. سپس کادر رو تایید می کنی. حالا با انتخاب هر کدوم از متون و انتخاب استایل نرمال می بینید که قالب بندی های سفارشی سازی شده اعمال شد. بسیار خوب. حالا که قالب بندی محتوا به روش های گوناگون را رو آموختید میتونید دفترچه های زیبا و شکیل رو داشته باشید. علاوه بر این مرور مطالب وارد شده در دفترچه ها پس از قالب بندی دیگه خسته کننده نیست.